اکاسی اون ترم فرنگی که واسهش به کار میبریم فوتوگرافیه که این را اگه به فارسی ترجمهش کنیم در واقع مناسبترین ترجمهش نورنگاری باشه در واقع یعنی نوشتن با نور بنابراین نور یعنی کیفیت نور کمیت نور اینا چیزایی که بدونی که از اونا ما بخوایم صحبت کنیم عکاسی معنا نخواهد داشت مثلا وقتی ما اصلا نور نداریم در تاریکی عکس هم نداریم عکاس هایی که ژانرهای مختلف انتخاب کردن طبیعتا از منابع نوری متفاوتی استفاده میکنن منی که کارم بیرون بوده همیشه با نور طبیعی سر و کار داشتم شاید خنده دار باشه که من اینجا بگم که من هیچ وقت فلاش نداشتم یا هیچ وقت از فلاش استفاده نکردم نور خوب یا بد نداریم نور مناسب یا نامناسب داریم عکاسی از بعضی از موضوعات یا سوژه ها به نور مناسب خودش احتیاج داره مثلا شما وقتی از کوها دارید عکاسی میکنید فرزن اگه از نور وسط روز استفاده کنید نمیتونید این برجستگی ها و فرورفتگی ها یا مثلا این یال ها که از هم تفکیک میشن تو عکستون نشون بدید بنابراین شاید مناسبترین نور نوری باشه که از پهلو میتابه یعنی منظورم نور صبح یا نور بعد از ظهر یا عصره گفت البته اینا به سلیقه‌ام برمیگرده یه وقت دیدی یه عکاسی میخواد همون کوره اصلا نمیخواد که این فرو رفتگی و برجستگی نشون داده شه و فقط مثل یک چیزی که از مقوا بریدنش توی عکس دیده شه ممکنه اون مد نظرش باشه این چیزی که من میگم واسه اینه که ما بتونیم ماهیت اون یا جنس اون موضوع رو بسان نشون بدیم مثلا واسه عکاسی از دماوند تقریبا همیشه یا صبح داشتم از این کوه عکاسی میکردم یا عصر ها البته بعضی هم شبا خب واسه اینکه خیلی دلم خواست این یال ها رو نمیدانم این ازولات کوه نشون بدم این توف همچون نورایی میشد گرفت یا مثلا موقع عکاسی از کویر شما اگه وسط روز بخواید عکس بگیرید چیز به درد بخوری آیدتون نمیشه واسه که نوری که مستقیم از بالا میتابه تمام اون بافتار اون موجهایی که این تپای شنی دارن تمام اینا رو از بین میبره اگه این نور صبحگاهی نبود ما این پول رفتی و برج سیاره، این فرما رو اصلا نداشتیم با طول و آفتاب بود که کم کم این فرما خودشون نشون میدادن و هم میتونستم اون ترکیب بندی دل اون زاویه دیدیره که فکر میکردم مناسب انتخاب کنم با سرکاسی از کویر من همیشه قبل از طول و آفتاب بالای این تپه های بودم قبل از طلوع آفتاب وقتی از نوری که اوریب میتابه صحبت میکنیم معنیش جزی نمیتونه باشه که یا صبح یا بعد از ظهر دیگه اون نوری که عمودی میتابه وسط ظهره اینکه عکس گرفتن اون چیزی که من عکس میدونم یا عکس خوب انقدر دشواره دلیلش همینه شما تازه صبح یعنی موقعی که هنوز آفتاب طول نکرده شیبه یه تپهی رو میری بالا با یه جون کندنی خود میرسونی اون بالا و تازه وقتی آفتاب طول میکنه میبینی جای مناسبی نیستی بنابراین اونجا دیگه نمیتونی عکس بگیری حالا تا از اون تپه بخوای خودت به یه تپه دیگه برسونی و یک نقطه دید مناسبی پیدا کنی زمان میبره بعدم هم رنگ نور تغییر کرده هم آفتاب پن شده و نهایتا اون چیزی که میخوای بگیری نمیتونی بگیری من همیشه به دوستام به شوخی میگفتم که من از یک گفته ناپلون استفاده میکنم که میگفت بلندی ها را تسخیر کنید پستی ها خود به خود تسلیم خواهند شد و به همین دلیلی که میگم قبل از طول آفتاب همیشه روی بلندترین این سعی میکردم روی بلندترین نقطه این تپه های ماسبادی باشم هر عکاسی معمولا معمولا توی زمینه به خصوصی در یک جنبه از کارش به یه مهارت های دسترسی پیدا می‌کنه. من اگه بخوام بگم که توی عکاسی یکی از این مهارت یا مهمترین مهارت هم یا تواناییم چی بوده تشخیص همین کیفیت و کمیت نور بوده مثلا من یه وقتی از یه جایی میخواستم عکاسی کنم وقتی اونجا رسیدم دیدم که مثلا خورشید اینجا طلو میکنه و اینجا غروب میکنه و هر طور که فکر میکردم مناسب عکاسی از اون سوژم نبود برحال حالا یه عکسهایی گرفتم و اما تو ذهنم بود که یه وقت دیگه چون مرتب سفر میرفتم حواسم باشه که اینجا توی یه نور دیگه ای عکاسی کنم سفر بعد که بالاخره پیش اومد و رفتم دیدم بازم با اون نور مناسبم نرسیدم واسه که متوجه نمی نتونستم تشخیص نتونستم بودم تشخیص که این با تغییر فصل و گردش زمین جهت تابش نور فهم میکنی یعنی که این خورشید از اینجا طلوع میکرده الزاما همه جا طلوع نمیکنه بعد میره یه جای دیگه که تو اون جایی هم نمیدونستی یا از قبل نمیدونستی تشخیص بدی چیه اینا چیزه میگم خود به خود اینا رو خورد خور دادم یاد میگیره البته بعضی از عکاسا از قبل خیلی از این چیزا رو میدونن یا اطلاعات مربوط به این چیزا رو در اختیارشون میذارن اونایی که مثلا واسه مؤسساتی کار میکنن که این امکانات رو این چیزا رو دارن اینا رو بهشون میگن میگن مثلا فلان روز اونجا وقتی اونجا شما میرسید نمیدونم بارونی خواهد بود این اینا چیزایی که تازه پیدا شده بعد نیست یه خاطره ای هم که از عکاسی در این موقعیت داشتم واسه شما نقل کنم تقریبا مثلا نیم ساعت پیشتر یا یه ساعت پیشترش من داشتم از نقش رستم عکاسی میکردم تو نقش رستم بودم همینطوری که داشتم نقش رستم عکاسی میکردم یه شش با آسان بود بهتره بگم علت ابرها. یه لحظه احساس کردم یه اتفاقاتی داره میفته که اینا خیلی به من میتونه فکر میکردم میتونه به من کمک کنه در گرفتن اون عکسی که به نظرم یه چیزی رو بعد منتقل میکرد به بیننده خیلی سریع سوار ماشین شدم رفتم تخت جمشید بالا و از اونجایی که قبلا بارها و بارها من تخت رفته بودم و عکاسیش کرده بودم و تقریبا میدونستم که کجاها واسه گرفتن چه عکسایی مثلا وایسم خیلی سریع شروع کردم به عکاسی و اون پیش بینی که تو نقشه رستم کرده بودم اتفاقا اونم درست عذاب در اومد یعنی یهو دیدم که هوا خیلی خلاصه دگرگون شد و اون ابرایی که بسلا در روبروی تخت جمشید بود حالا شد خود اینا همطور دارن اینا گر میگیرن و به نظر من واسه الغای اون فضایی که تو زنم داشتم خیلی مناسب بود چون انگار شما رو یه جوری به یه ای برمیگردونه همطور خود عکس رو جلدم همینطوره یعنی در حالی که شما اون نور اون نوری که اوریبی که صحبت کردم باش قبلا ازش صحبت کردم این برجستگی نقشا رو نشون میده اون ابراد در اون پس زمینه یه کار دیگه یا کار خودشونو دارن میکنن و به همین دلیل من فکر میکنم این اینم از همون جایش که باید بگم از نظر خودم یکی از عکسای خوبمه